طرح شبکه ارقانی برای دروری خبرنگار در خوست ناکامان. یک شبکه آدم رو بایان حرفه‌ای در هرات به طور کامل منهدم گردید. به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. نیروهای امنیت ملی در ولایت خوست از دروری خبرنگار جلوگیری کردند. با گفته این ریاست دو نفر از افراد بازداشت شده از سوی شبکه حقانی مامور شده بودند تا این خبرنگار را ترور کنند. ریاست امنیت ملی امروز یک شنبه 14 جدید در خبرنامه گفت که دو نفر که قصد ترور خبرنگار تلویزیون غرغشت خوص را داشتند قبل از رسیدن به هدف بازداشت شدند. در این خبرنامه از افراد بازداشت شده به نامهای دیندار و رحمت الله یاد شده و آمده است که این افراد از سوی شبکه حقانی مامور شده بودند. ریاست امنیت ملی گفته که در این اواخر شبکه حقانی در تبانی با سایر گروه های توریستی در تلاش است تا فعالان رسانه ای را هدف قرار دهد. افغانستان طی ماها و هفته های اخیر گواهی افزایش شدید ترور و مرگ خبرنگاران بوده است. در تازه ترین رویداد بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غور و یکی از فعالان مدنی عصر روز جمعه از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر فیروزکوه ترور شد. با گفته پلیس این رویداد در غرب شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور رخ داد و عاملان ترور پس از کشتن این فعال رسانه‌ای فرار کردند. همچنین چند پیش رحمت الله نکزاد خبرنگار الجزیره و رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی در مقابل خانه‌اش در مرکز این ولایت ترور شد. پیشتر هم فردین امینی گوینده خبر تلویزیون آریانا در کابل جان باخت و مسئولان امنیتی دلیل مرگ وی را خودکشی عنوان کردند. همچنین پیش از آن ملاله میوان گوینده یک تلویزیون خصوصی در ننگرهار توسط افراد مسلح کشته شد. در ولایت هلمند نیز الیاس دایی خبرنگار محلی رادیو آزادی در شهر لشکرگاه ترور شد. نهادهای آمی رسانه ها و خبرنگاران حکومت را در تامین امنیت خبرنگاران به بی‌توجهی متهم می کنند. حکومت اما طالبان را عامل این ترور ها می داند. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که در سال 2020 میلادی 8 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شده است. همچنین در این سال 19 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بر اثر رویدادهای جنایی و تروریستی زخم برداشتند. به نقل از BBC دری، یک شبکه آدم ربایان حرفه‌ای در هرات به طور کامل منهدم گردید. در خبرنامه اداره محلی هرات آمده که اعضای این شبکه درست زمان بازداشت شدند که قصد داشتند فرد را اختطاف کنند. در مورد هویت این فرد مقامات چیزی نگفتند. اداره محلی هرات عکس 5 عضو این شبکه را در حال که لباس‌های سیاه و سبز بر تن دارند و صورتشان پوشیده است منتشر کرده است. در خبرنامه دفتر ولایت هرات آمده که از نزد متهمان 27 میل سلاح مقدار قابل توجه مواد انفجاری موتر و موترسایکل به دست نیروهای امنیتی افتاده است. سید عبدالوحید زاهد قتالی والی هرات گفته در 3 ماه گذشته 134 فرد متهم به ارتکاب جرایم مختلف از جمله 42 تن از آدم ربایان توسط نیروهای امنیتی ملی بازداشت شدند. به نقل از اشت صبح، ارگ تلفات نظامیان خارجی به این دلیل صفر شده که اکنون طالبان علیه مردم افغانستان می جنگن. ریاست جمهوری در واکنش به سخنان مایک پومپیو وزیر امور خارجه امریکا که گفته است در حدود یک سال گذشته هیچ سرباز امریکایی در افغانستان کشته نشده است می گوید که طالبان اکنون علیه مردم و حکومت می جنگن. داواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه 14 جدید در یک نوار تصویری گفت که تلفات نیروهای خارجی به این دلیل صفر شده است که نیروهای امنیتی به تنهایی جنگ را مدیریت و رهبری میکنند. با گفته او طالبان اکنون علیه مردم و حکومت افغانستان میجنگند و تلفات مردم در این جنگ بسیار بلند است. مایک پومپیو وزیر امور خارجه امریکا شام روز شنبه در توییت اعلام کرد که هیچ سرباز امریکایی در جریان حدود یک سال گذشته در افغانستان کشته نشده است. پومپیو با اشاره به مذاکرات صلح گفته است که افغانها در حال گفتگو هستند تا به توافق برسند و او چنین پیشرفتی را باور نکردنی توصیف کرده است. تلفات نیروهای امریکایی در جریان سال 2019 میلادی در افغانستان حدود 20 کشته اعلام شده بود.
امریکا و طالبان در دهم ماه حدود سال گذشته توافقنامه صلح امضا کردند. طالبان پس از امضای این توافقنامه حملات علیه نیروهای خارجی را متوقف کردند، اما حمله بر موازی نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد. پیشتر احمد ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی اعلام کرد که در جریان یک سال گذشته 18200 حمله توریستی در کشور به اهداف نظامی و غیر نظامی صورت گرفته است که 99% آن کار گروه طالبان بوده است. سراج تلفات ناشی از این حملات را به صورت مشخص اعلام نکرد، اما گفت که غیر نظامیان بسیاری در این حملات کشته شدند. به نقل از افق، پایتخت سرخ و سم نمیتوان نفس بکشیم. کابل از آلوده‌ترین پایتخت‌های جهان است که همه ساله در فصل سرما آزادسازی گازها زیادتر می‌شود. میزان آلودگی هوای شهر بیشتر به چشم می‌آید. حجم آلودگی به حدی است که کابل را در صدر شهرهای آلوده جهان قرار می‌دهد. عوامل چون فقر، استفاده از مواد سوختی، دودزا، وسایل نقلیه فرسوده، جاده‌های غیر معیاری، نبود فرهنگ درست شهرنشینی، فقدان یک راهبرد زیست محیطی کارشناسی شده و کارآمد، شهرسازی غیر معیاری و بی‌توجه به استانداردهای مورد نیاز برای حفظ محیط زیست و نبود فضای سبز و درخت از دلایل اصلی افزایش آلودگی هوای شهر دانسته می‌شود. آگاهان محیط زیست در عین حال دلایل چون نبود پلیسی درست و مدیریت سالم نهادهای مسئول را نیز از دلایل دیگر افزایش آلودگی هوای کابل عنوان میکنند. به باور آگاهان، مبارزه با آلودگی هوا در کابل و شهرهای دیگر نیازمند فعالیت‌های جمعی منسجم و بدون وقفه است تا بتوانند این مشکل را مهار کنند. فعالیت‌های تقلیدی اداره محیط زیست. آگاهان میگویند که تمام فعالیت‌های اداره محیط زیست به شکل کپی و یا فعالیت‌هایی بوده است که در جاهای دیگر تطبیق شده و با فعالیت‌های جغرافیایی محیط زیست، فرهنگی و دینی افغانستان همخوانی ندارند. یاسین ستیز، آگاه مسائل زیست محیطی، به خبرگزاری افق میگوید که برنامه‌ها و پلیسی‌های اداره حفظ از محیط زیست با توجه به مسائل جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی منابع دقیقی ندارد. آقای ستیز میگوید که برای مبارزه با آلودگی هوا نیاز است تا پلیسی ها و برنامه ها در این زمینه در مطابقت با مسائل جغرافیایی، زیربنایی، محیط زیستی و دارای منابع تحقیقی باشد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.